آقای فیاض، من یادمه که اگه اشتباه نکنم سال 58 بودش که آقای رجوی تونستش که با آقای خمینی ملاقات بکنه تو قم. اون موقع یکی از چیزهایی که آقای خمینی از رجوی خواست و با موسی خیابانی رفت بودن اونجا از رهبران مجاهدین اون موقع این بودش که شما مرزبندی بکنید با مارکسیست ها، هر چی میخوایم بهتون میدیم، ما پادگان هر چی میخوایم بهتون میدیم، منتها مرزبندی کنید. یعنی واقعا در اون دوران اینو دوستان مارکسیستمون بد نیست بدونن، حتما هم میدونن. یکی از دلایل اصلی که قتل عام اون موقع صورت نگرفت علیه مارکسیست ها به این دلیل بودش که نیروهای مذهبی مثل نیروهای طرفدار شریعتی و همچنین مجاهدین خلق که نیروی عمده بودن اون موقع سالهای 57 تا 60 مرزبندی نکردن و در کنار اینها ایستادن و به همین دلیل بودش که قتل عام زود شروع نشد. اینکه مجاهدین الان به چه بعدها چه اشتباهات استراتژیکی و بعدش هم به خیانت تبدیل شد یک بحث جداگونه است. من بحث سالهای 57 تا 60 می کنم. آقای فیاض، شما بفرمایید که چرا میگن که دکتر با دکتر شریعتی با دموکراسی معتقد بود که به اصطلاح طبقه تیپ به اصطلاح از بالا یک الیتی باید ایران بکنه کشور رو، ادامه بده کشور رو، و همچنین حقوق بشر هم قبول نداشته. شما در این مورد چی میگید؟ اتفاقا من میخوام یک نقل قول مستقیم درباره دموکراسی و سوسیالیسم و از شریعتی واسط رو نقل کنم در ادامه صحبتهای دوست عزیزمون آقای بانی. میگه که سوسیالیسم و دموکراسی دو موهبتی است که ثمره پاکترین خونها و دستاورد عزیزترین شهیدان و مترقیترین مکتبهایی است که اندیشه روشنفکران و آزادی خواهان و عدالت طلبان به بشریت این عصر ارزانی کرده است. در مجموعه آثار 22 چاپ، من چاپشو هم بگم که کسی چیز من این عادت شده، چاپ 1377 ناشرش هم چاپخش است و میبینیم که میگه سوسیالیسم و دموکراسی دو موهبتی است که ثمره پاکترین خونهاست و دستاورد عزیزترین شهیدان و مترقیترین دستاوردهای بشری. این در یک مورد که بنابراین نشون میده که اساساً شریعتی دموکراسی رو دوست داشته و چند جا هم این رو مطرح میکنه. فقط این یک موردش بود. در رابطه با مسئله دیگر، اون چی که حالا توهمی که به وجود آمده بحث امت و امامت در اندیشه شریعتی است که بسیاری با تکیه به اون میگن که خب شریعتی با دموکراسی مخالف بوده و بر این باور بوده که نمیدونم رهبران مذهبی حکومت حاکمیت رو به دست بگیرن و بدون و یک رهبری انقلابی متعهد به وجود بیارم که اهمیتی مثلا با آرای مردم شاید در مرحله داده نشه و میخواسته که یک مقدمه چینی کنه، چیزی که به هر حال خود شریعتی ازش به عنوان دموکراسی متحد یا دموکراسی انگاژه به زبان فرانسه یاد میکنه. اون موضوعی بود که در کنفرانس باندو در دوره جنبش متحد، عدم تعهد جنبش غیر متحدها توسط رهبران جنبش عدم تعهد مطرح شد و نظر اونا این بود که در جامعه های بدوی، در جامعه های عقب افتاده، دموکراسی به خاطر اینکه مردم تابع رؤسای قبایل و ریش سفیدان و این چیزا هستن و کت خدا و خان میگه بین رأی بین مردم رأی میدن، اونجا اعتبار چندان نداره دموکراسی. یعنی عمل کرده مکانیسم دموکراسی در اونجا به درستی رعایت نمیشه. چیزی که مطرح کرده اونجا دموکراسی متحد بود میگه که میگه به جا ما باید رأسها رو به رأی تبدیل کنیم و در چنین فضای اینا رأس هستن، رأی نیستن، چون مثلا فلان رئیس قبیله یا خان یا کت خدای ده میگه بیاین رأی بدین، همه هم رأی میدن. ما این موارد رو زیاد دیدیم، مشاهده کردیم و یک واقعیت داشته. اما اون چی که مشخص هست با این همه، امت و امامت شریعتی که امثال گنجی ها و غیره میان از اون میخوام بگن که شریعتی بحث ولایت فقیه رو در اونجا توریزی کرده، مال سال 47 است.
شریعتی تا سال 56 زنده بوده و طی این مدت هم شما وقتی سال 48-49 به مجموعه آثار ایشون به تاریخ شناخت ادیان مجموعه آثار 14 مراجعه کنید، میگه امامت یک دوره موقتیه توی تاریخ و هیچ چیز ابدی نیست. حتی اونجا خودش نظریه قبلی خودش رو اسلام میکنه، تغییر درش وجود میاره. یه جای دیگه دانشجو ازش میگه، میاد تو بحث دانشگاهی به هر حال یه کسی صحبت میکنه به شریعتی، میگه که یه نظری رو مطرح میکنه، یک دیدگاهی رو شریعتی، میگه حرف چرتیه، حرف مزخرفیه، بی خوده. دانشجو میگه آقا این نظر خود شماست، شما اینو گفتی. شریعتی میگه بله من گفتم، من مثلا اینو 5 سال 10 سال پیش گفتم، مگر تا این مدت من کنسر بودم یا مثلا یخ زده شده بودم توی به هر حال من الان نظرم عوض شده، دیدگاهم عوض شده. ما واسه اینکه بخوایم درباره شریعتی قضاوت کنیم باید با آخرین آرایشون مراجعه کنیم. نمیتونیم بریم شریعتی نوجوان بوده، جوان بوده، حرفای در دوره نوجوانی گفته، چیزای در دوره جوانی نوشته، حرفای در اون زمان زده، 30 سالش بوده، 35 سالش بوده. فراموش نکنیم شریعتی جوانترین رهبر تاریخ معاصر ماست و جوانترین متفکر تاریخ ما که تأثیر زیادی روی جامعه ایران میذاره. شریعتی موقعی که پاش توی حسین ارشاد باز میشه از من و شما خیلی جوانتر بوده، 33-35 سالش بوده. اینها رو نباید نادیده گیره. بنابراین شریعتی مثلا سال 47-48 با شریعتی 52-53-54 متفاوت است. حرفای دیگه میزنه. شریعتی در سال 48-49 میگه که ما که همیشه چشممون به روحانیت بوده که برای اسلام و برای ما کاری کنن. بعد در سال 55 این شریعتی 55-56 میگه از روحانیت چشم داشتن نوعی ساده لوحیست که ویژه عوام است و مقلدان بازاری. اگر آبی نمی آورن کوزه ای نشکنن باید سپاسگزارشان بود. شریعتی در سال 56 دوباره میگه که روحانیون نه میفهمن، نه میخواهن، نه میدانن و نه میتوانن. بنابراین اینا نمیتوانن آغاز کننده یک انقلاب مردمی باشن. اینم توی مجموعه 20 مجموعه هویت ایرانی اسلامی مجموعه 23 هست. بنابراین 21 حالا من الان دقیقا چیزه، ولی مجموعه عنوانش هست هویت ایرانی است. بنابر بازگشت به هویت ایرانی است. بنابراین ما نمیتونیم بریم مثلا چیزی که شریعتی 10 سال قبل گفته، شریعتی جوان بوده، پخته نبوده، خیلی حرفای دیگه ای زده. ببینید از یه جنبه های بفهم از یه جنبه های دیگه ای هم ببخشید بفهم ما مثلا وقتی راجع به شریعتی قضاوت میکنیم، شریعتی یک سخنرانی عمومی داشت، دو نوشته داشته، سه نامه هاش هست، جز مجموعه هاش لااقل دو جلد نامه هایشون هست، ما گفتگوهای تنهاییش هست. یعنی 4 مورد ما میتونیم شریعتی رو از این 4 زاویه نگاه کنیم. تو هر مورد نگاه شریعتی، مخاطب شریعتی فرق میکنه. شریعتی وقتی در حسینیه ارشاد داره سخنرانی میکنه، فضای موجود رو هم در نظر میگیره. آخوندها کاری که با کسروی کردن، کاری که با دیگران کردن، شریعتی اونقدر شعور و دانش داشت که میدونست چجوری باید رفتار کنه. در سخنرانی عمومیش به خاطر شرایط اجتماعی ممکن بود به گونه دیگر سخن بگه. در نامه هاش شما وقتی نگاه میکنید، نامه‌ای که به یک آخوند مینویسه با نامه‌ای که به یک روشنفکر مینویسه، اینجا یک جور صحبت نمیکنه. وقتی میخواد روی روشنفکر تأثیر بذاره به گونه دیگه ای صحبت میکنه، وقتی میخواد یک آخوند رو عوض کنه به گونه دیگه ای، وقتی در گفتگوهای تنهاییش هست حرفای دلش رو میزنه. همه اینها رو باید در نظر گرفت. وقتی میخوایم قضاوت کنیم این کافی نیست بریم نمیدونم شیعه حزب تمام شریعتی رو بخونیم، امت و امامت رو بخونیم، بعد قضاوت کنیم ببینیم شریعتی این بوده این کل نقطه نظر از شما. بله خدمت شما عرض کنم که یکی از نکاتی که اتفاقا مطرح میشه، میگن که اتفاقا چه آقای گنجی همینو مطرح کردن، میگه که ساواک حسینی ارشاد رو به این دلیل تقویت کرد، یعنی قرار شدش که از بره دانشگاه، یه شریعتی جوان که تازه فارغ التحصیل شده بود اومده به این دلیل گفتش که بره تو اونجا و همچنین کمکش کرد تو حسینی ارشاد، به این دلیل بودش که بتونن جلوی روحانیت وایسن. ولی واقعا فکر میکنید که ساواک ایران
که یکی از بزرگترین شکست‌های تحلیلیشو کرد، چون اصلا واقعا شناختی نداشتن از جامعه ایران به غیر از سرکوب، عملا باعث شدن که رژیم شاه سرنگون بشه به دلیل عدم اطلاعاتی که ساواک داشت. آیا واقعا میتونه ساواک همچین تحلیلگری داشته باشه که همچین تحلیلی داشته باشه که یک شریعتی جوانو بیارن و خطر روحانیت هم حس کرده باشن و بگن که آقا شریعتی میتونه جلو اینا رو بگیره؟ آیا فکر می‌کنید همچین چیزی با توجه به اون سالها همچین چیزی هست اصلا؟ بله ببخشید، من دوست اون آقای بانی هم نقطه نظرشون رو مطرح کنه. البته خب من حالا شما اینو جواب بدید، اگه میتونید مختصر و مفید من برم سراغ آخه گاهی وقتا بذار من همین مثلا آقای بانی هم همینجوری. ولی باشه چشم، من سعی میکنم کوتاه کنم که نقطه نظرات دوست عزیز آقای بانی رو هم بشنویم. در این رابطه ببینید، من یک موضوع رو مطرح میکنم، یک مقدمه چیزی. شما در تاریخ معاصر در دوره محمد رضا پهلوی کدام چهره سیاسی رو یا فکری رو یا مبارز رو یا دگر اندیش رو میشناسید که 18 ماه در سلول انفرادی بدون دادگاه باشه؟ اصلا ما همچیزی رو نده، ولی شریعتی رو 18 ماه بدون محاکمه بدون دادگاه توی زندان، اونم کمیته مشترک ضد خرابکاری که جای چریکا و مجاهدین بود زندانی میکنه. اما در مورد حسینی ارشاد، یا من اتفاقا داشتم یکی از برنامه‌های قبلی شما رو نگاه میکردم که دوست اون آقای بانی هم تشریف داشتم اونجا و دوستی به نام آقای مزارعی اگه اشتباه نکنم، ایشون البته منظورم انتقادی متوجه ایشون نیست، چون خوب صحبت کردم، اشاره کردم به این که در اون زمان مثلا رژیم با مذهبی ها کاری نداشت. بعد اشاره کرد به فعالیت های روحانیت، بعد حتی اشاره میکنه به حسینی ارشاد. کاملا ایشون درست میگه. نخست این که خب جامعه ایران جامعه اسلامی است. شما نه تنها ایران، هیچ جامعه رو پیدا نمیکنید که جلو کشیشاشون رو بگیرن، جلو روحانیونشون رو بگیرن. یک قدیده کاملا طبیعی و سنتی است، مثلا جامعه اونجوری داره میچرخه. شما جامعه مذهبی رو مثلا میخواید جلو آخوند رو بگیری، روزش رو نخونه، حرفش رو نزنه، بالا منبر نره، اینا که خطری ندارن. سیستم های سیاسی اجتماعی اتفاقا به مذهب خیلی هم نیاز دارن، و این به خاطر نیست که بگیم آها با اونا کاری نداشت، با مثلا چپ کار داشت. خب طبیعی است، مذهب چیزی فراتر از سیاست بوده، فراتر از حکومت بوده. همه مردم دنبال این آخون میدویدن، دنبال مرجعیت میرفتن، متاسفانه همه اینا بوده. طبیعی است که دور شاه، مگه شاه میتونست مساجد رو نابود کنه، از بین ببره؟ مساجد واسه چیه؟ کلیساها تو جوامع دیگه ای واسه چیه؟ همه اینا توی همه جوامع بودایی، ببین جوامع هندو، همه اینا وجود داره. اما ببخشید، ایشون اشاره کردن مثلا به حسینی ارشاد. خب حسینی ارشاد هم بله یک مرکز مذهبی بود. حالا من میخوام به حرف شما در رابطه با ساواک اشاره کنم. حسینی ارشاد یک مرکز مذهبی بود، یک دز روشنفکران یا نمیدونم به هر حال افرادی که گرایش نو داشتن به دین، حسینی ارشاد رو تأسیس کردن. میدونید که قبل از اینکه شریعتی وارد حسینیه بشه، امثال مطهری ها، فلسفی ها، نمیدونم آخوند ها اونجا بودن. بنابراین شما مشکلی نداشت. شما اگه نگاه کنید، مرتضی مطهری فقط دو روز میره زندان. مثلا رژیم کاری با مرتضی مطهری نداشت که آخوندهای همه ازش دارن دفاع میکنن، تجلیل میکنن و میگن که اون رژیم از این میترسید. مثلا رژیم کاری با مرتضی مطهری نداشت، کاری با فلسفی نداشت، کاری با آخوندهای. بعدهاست که شریعتی رو دعوت میکنن، میاد چند تا سخنرانی میکنه. یعنی رژیم شاه قبل از اینکه شریعتی بیاد، حسینیه ارشاد رو به مثابه پایگاه های عادی مذهبی پذیرفته بودن، مشکلی نداشتن با اون. آخوند می اومد اونجا سخنرانی میکرد، خیلی بود. بعد که شریعتی میاد، شریعتی دو سال بیشتر دوام نمیاره، 47 میاد، 34 سال، 51 هم که اون ماجره ها پیش میاد، به خاطر شریعتی حسینیه رو میبندن. و بعد هم تمامی اسناد ساواک حکایت از این داره که ساواک مرتب شریعتی رو زیر نظر داشته. چجوریه که شریعتی با ساواک و با رژیم مشکلی نداشته؟ بعد تنها شخصیتیه در تاریخ معاصر که بدون دادگاه 18 ماه توی زندان توی سلول انفرادی نگهش می‌دارن. علاوه بر اون
ببخش شما چیزی خواستی بگید؟ نه خواهش بفهمیم، فقط یکم تونتر که بتونیم بحث بشن. بله متاسفم، خب این بحث ها مبسوط نه در حال دستتون هم درد نکنه، واقعا با این بحث هایی که مال تاریخ ایران توی یک ساعت و نمیدونم دو ساعت نمیشه. اجازه بدید من برم سراغ آقای بانی. بله بله من بله خیلی من. آقای بانی